در کلمه هوه چند تا نکته باید خدمت شما عرض کنم. اولیش که این ذمه نسبت به این قوت قلم یا مثلا این قوت قلم که در نظر بگیریم در واقع حالت مدادی نوشته شده، حالت خودکاری نوشته شده. اون قوتی که بایستی ما زیر این قسمت ببینیم، یعنی زیر این قسمت که میشه این تو حرکت زیرین باید ببینیم، نمیبینیم. تو قسمت بالاتر که یه خورده قوی تر هم هست، این که دیگه اصلا فدا شده. خب این دوتا زخامت رو، درسته اینجا کمتر از اینه، اینا رو ما توی کارتون نمیبینیم. حالا اینم کاغذ هم به شدت تشنه هست، دقت کردید؟ این توی کار بایستی دیده بشه. ببینید الان این فتحه ها قوت خودش رو نشون داده، اما توی ذمه این اتفاق نیفتاده. نکته بعدی در مورد کلمه هوه این است که شما وقتی که این حرکت رو می نویسید، این حرکت اول رو می نویسید، خوب دقت کنید، یه جوری ننویسید که مثلا این سفیدی خیلی بزرگ بشه و اینم اومده باشه از زیر این رفته باشه تا این حد. یه حدیش هستا، نه تا این حد. اینجا که ما میریم بالا یه خورده قلم خوابیده تر میگیریم، که حالا شما هم اینجا خیلی خوب اجرا کردید. ببینید این میره داخل این قسمت، از اینجا که میایم این هسته ها به این زخامتی که شما گرفتید نمیشه، یه خورده اینا رو بزرگ گرفتید. این شکل بسیار عالیه، فقط یه ذره جمع‌تر بشه، یه ذره. این لاغری بیش از حد هم توی کار دیده نشه. ببینید اینجا که میاد، خوب دقت کنید، اینجا که میاد بیرون، اینجا ما قلم میگذاریم یه ذره به این گوشت میدیم. دقت کردید؟ اینقدر لاغر نباید بشه. کلمه التواب، گوشت این قسمتش با این و مقایسه کنید. شماره یک خیلی قشنگتر و ظریفتر از شماره دو هست. باز توی مورد کلمه التواب اینجا یه لاغری مفرطی میبینیم، نباید اینطور بشه. اینجا حرکت خیلی زیبا و شکیله، باید یه ذره سبکتر باشه. نگاه پهنای این خط رو بکنید، نگاه پهنا کنید، این خط همینقدر از این کم بشه، یعنی لاغرتر بشه. اما حرف ب، حرف بتون، حالا چون شما نستعلیق نویس هم هستید، من تعمدن اینو میبرمش به سمت نستعلیق و برای شما یه دونه به نستعلیق از توی این در میارم. چه به قشنگی شد، زوم کنم ببینید. ببینید از اینجا این به نستعلیق توی دست شما نشسته، ملکه شده و بایستی دقت کنید که وقتی نسخ می نویسید تو حال نسخ باشید، تو فضای نسخ باشید. مثلا این نقطه الان ببینید، من یه عرض قلم اضافش کردم تا بشه یه نقطه درست. اینا باز خواهی میکنه، اینا بایستی دقت کنید که توی کارهاتون حس خط نسخ دیده بشه. ببینید اینو نمیتونید هر کاریش کنید، نمیتونید دست تعلیقش کنید. جهت حرکت، زخامت، همه اینا مهمه. شما الان اگر مثلا فرض کنید خط سلس هم مینوشتید که با این حالت شروع میشه، دیگه اصلا تمام اینا تداخل پیدا میکرد و آدم گیج میشد. مگر مشق فراوان، مگر مشق نظری و عملی فراوان صورت بگیره که بتونیم تمام اینا رو تفکیک بکنیم.
یه خورده شروع کار برای نسخ تعلیق نویس توی خط نسخ یه سری پیش فرض‌هایی تو ذهنه که اینها هی میاد، هر کاری میکنی دوباره برمیگردیم توی خونه اول. خب البته بعد از مشق همینطور که بعضی کلماتتون مثل الرحیم اینقدر خوب شده، اینا هم کلمات ساده ای هن. خب خوب میشه دیگه، تغییر میکنه. کلمه رحیم رو قبلا گفتیم، ولی اینجا من با تمرکز بر روی این قسمت زیرینه میخوام توضیح بدم. دقت بفرمایید، اینجا سنگینه، این قسمت زخامت ها رو هم جمع شده، اینجا سبک شده، این خیلی داره به چشم میاد. حالا قلمگذاری من رو نگاه کنید، قلم رو خوابیده گرفتم و رفتم به اندازه یک نقطه بالا. به اندازه یک نقطه که میرم بالا، دقت کنید، صاف نمیخوام برم بالا، تمایل من به سمت این بره، قلم فریبتون نده. بعد از اینجا شما الان چون حالت نستعلیقی پیشفرز ذهنیتونه، یه اینطور حسیه. خب آخه که این تو تصویر نمید، ببینید چون حالت نستعلیقی تو ذهنتونه، یه چنین پیشفرزی تو ذهنتونه، ولی اینجا ما میخواییم بشکنیم به این حالت بریم، یعنی کاملا با هم متفاوت. حالا دقت کنید، من خودم نستعلیق نویسم و خب خیلی ساله دارم مینویسم، بیش از 20 خورده ای ساله. سالهای اولی که نسخ مینوشتم، خب دائما این چیزها درگیر بودیم و یه مشکل اضافتری هم اضافتر از بچه‌هایی که نسخ تنها کار میکنن من داشتم، و اون این که من تمام این کلمات که دارم براتون میگم، همه اینها را به خط سلس در حد فوق العاده زیاد کلماتشو مشق کرده بودم و مدت ها بعضی از حروف و بعضی از کلمات گرفتار بودیم، حل نمیشد. یعنی مثلا میخواستیم این نوع ره بنویسیم توی نسخ، میشد سلسی. استاد بخشی مدام این تذکرها رو به ما میداد. یعنی من علاوه بر نسخ تعلیق سلس هم داشتم که گاهی وقتا از سلس هم توی این خط میومد. ولی خب مشق نظری که میکنید، تمرین که میکنید، این اشکالات خود به خود برطرف میشه. تشدید هم من در این ویدیو برای شما میگم. ببینید تشدید تمایل داره به این سمت، خوب دقت کنید این حرکت رو ببینید، به این حالت بنویسید. یه ذره قد و قامت تشدید شما کوتاهه، حالت نستعلیقی هم بیشتر توش دیده میشه. نسخ و نستعلیق تشدیداشون هم با هم تفاوت دارن. در خط نسخ عثمانی این ه در کلمه الله به این حالت می نویسن. من نسخ نویس عثمانی نیستم، ولی اینشو دقیق می دونم اینجوری میشه و این حرکت هم یه اینطور قوسی داره. تو کار شما یه اینطور حسی داره پیدا میشه. خب یعنی الله شما سنگینیش افتاده اینجا، یک حالت سنگینی تو این قسمت داره و این قسمت چون زیاد لاغر میگیرید این بیشتر دیده میشه. حالا این نکته‌ای که گفتم و انشالله توی نوشتهای بعدی دقت بفرمایید، شما دقتتون خیلی خوبه، دست قویی هم دارید، ولی روی کلمه الله یه مقداری بیشتر وقت بگذارید. همه این قسمت ها قوت خاص خودش رو داشته باشن. من این دفعه از این برمیام، برخلاف توضیحات همیشگی. خب اما این واو شما تا اینجا کافی بود، یه خورده بزرگ شده. کلمه سمیعتون بعد از سین حرکتی که رفته بالا خوبه، حرکتی که باید میومد پایین نداریم، بعد متصل شده به می،
کله عین، سر عین بزرگه و حالتش هم خوب نیست و اینم که باید شکم پیدا میکرد بعد برمیگشت شکم پیدا نکرد. ببینید این عین شما راحت میشه نستعلیقش کرد تا یه حد زیادیش ذهنیت نستعلیق توشه. حالا سمیع قسمت سین و میمش مینویسم. ببینید اینجا تا اینجا شما خوب میایید، این حرکت ببینید اینجا این حرکت نیست تو کارتون، از اینجا متصل شدید به میم، یه نقطه اینجا جا میشه. این حرکت رو تو کارتون باید ببینیم. خب سر عینتون، سر عین نستعلیق، بقیه نسخیه. این باید می اومدید به این سمت، به این حالت. حالا من تو این ویدیو این نکته رو میگم، شاید کسانی که خوشنویس نباشن براشون تعجب داشته باشه اگه این ویدیو رو ببینن. شما که خوشنویس هستید اینها رو خیلی راحت تر باور میکنید. من یک روز نشستم تقریبا یه صبح تا ظهری، نمیدونم چند ساعت، اختصاصا در خط سورس سر عین رو تمرین میکردم. نمیگم صبح تا ظهر مینوشتم، یعنی اون ساعت رو کلن، اون چند ساعت رو کلن درگیر سر عین بودم که بالاخره به دستش بیارم. اما یادم میاد وقتی که تقریبا اگر اشتباه نکنم شاید حالا سال اول نستعلیق نوشتنم بود دیگه، حالا اون دو سه سال اولی دقیق نمیدونم چند سالم بود، از صبح تا ظهر کلمه سر رو نوشتم اینو و بعدن شمردم حدود 300 الی 400 تا تردید از منه، ولی خب رقم بالایی بود، یعنی در 300 تاش یقین دارم چون دفتره هنوز دارمش و اینقدر کلمه رو تکرار کردم. الان مثلا ما هنرجو داریم، حالا شما عزیزان که من میدونم مشق میکنید، هنرجو داریم، خب از کارش مشخصه، مثلا فرض کنید مشقی که فرستاده یک بار نوشته، یعنی مثلا 10 روز تایم داشته همین جمله رو، حالا مثال میزنیم به خط خانم نوروزی که صدق نمیکنه، مثال به این خطیش، همین جمله رو فرض کنید، حالا تو نستعلیق یا هرچی، یک بار نوشته فرستاده. خب من مشق رو تصحیح میکنم، ویدیو میدم به شما، اما اونی که باید پیشرفت بکنید، اون اتفاقی که توی خطتون باید بیفته نمیفته. اگه مشق بکنید، منم این طرف حمایت میکنم، ویدیو میدم، مسلماً پیشرفت اتفاق میفته، مثل همین خط خانم نوروزی و بقیه عزیزانی که دارن میان و آموزش میبینن، خب هر دفعه دارن پیشرفت میکنن و ما بهشون نکاتی که لازمه میگیم. اللهتون خیلی قشنگه، وقتی که یه مقداری ریزترم مینویسید با قلم ریزتر خیلی قشنگه. این شکلش خیلی خوبه، این اعلم سر عینش یه خورده ترمیم میخواد، نستعلیقی نشه، خیلی خوب شده. کلن این سطر سطر موفقی بود. من در مورد نونش این نکته بهتون بگم، ببینید ما یه حرکت اینجوری داریم، همینو من میام خشک می نویسم که کنار هم بتونید کامل مقایسش کنید. یه قوسی توی از اینجا تا اینجا هست خیلی لطیفه، که البته توی کار شما من این قسمت پسندم نیست، این قسمتش عالیه. این حرکت شما اینجا خیلی با پهنا میاد، شروعش رو با این پهنا نیاد، یه ذره قلمتون رو بخوابونید.
تا نونتون شیرین بشه. یکی از این خوشنویسان داراب، خدا رحمتش کنه، حالا دیگه مرحوم شده، به استاد من که آقای کاظم گل هست، ایشان هم از اساتید خط ما در نستعلیق بود، بهش گفته بود آقا من نونام شیرین نمیشه هرچی می نویسم. گفته بود خب یه مقدار شکر بهش بزن. بعضی موقع آدم هرچقدر می نویسه راضی نمیشه، هرچقدر تلاش میکنه اونی که میخواد نمیشه. اشکالی نداره، بعضی موقع بزنید به بیخیالی، بگید نشدم نشد، تمرین میکنم، به دست اومد اومد، نیومدم اشکال نداره. جلسه بعد میبینید دو تا نون نوشتی، به به چقدر خوب شده و مطابق میل میشه یا اون چیزی که میخواستیم میشه. یه وقتایی هم نوشتید به دست نیومد، بگید نیومدی که نیومدی، مشقتون رو ادامه بدید. خیلی سخت نگیرید، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. جدی کار کنید، به خودتون سخت نگیرید. این دوتا مفهومیه، دوتا مفهوم دقیقه که آدم دقیق و جدی کار کنه، ولی خب به خودش هم ضمناً خیلی سخت نگیره. اگر اون نونی که من توضیح دادم حل بشه، اینا دیگه همه شاکلش عوض میشه. کلمه رحیق هم بالا و پایین این قسمت، اینجا و اینجا، نمیدونم دیدید یا نه، یه بار دیگه بگم، این دوتا اینجا من بنویسم ببینید. یه ریتمی توی سر هه هست، یه قوس لطیفیه تو کار شما، اونطور که باید نیست، بیشتر حس یه خط اینجوری هست که مثلا حالا یه قوسی هم دادید، قوس پخش شده در طول کل این مسیر نیست. یه ریتم رقصی هم این قسمت وجود داره که حالا اگه مثلا رحیقم نبود، رحیمم میخواستیم بنویسیم، همین درست بود، همین استفاده میکردیم. مثلا خب یه دونه رحیمم اینجوریه دیگه، اینم داریم، اینم توی نسخ استفاده میشه. خب توی مشقای قبلی من الله رو گفتم، هو رو گفتم، دیگه اینجا براتون القیوم می نویسم و یه مقداری هم توضیحات دیگه بدم. اول کلمه القیوم قسمت قافش، ببینید این حرکت که داره میره بالا توی کارتون دیده نمیشه، اینو باید به وضوح ببینیم. این یکی هم این گفتم توی مشقهای قبلی برای برخی از عزیزان گفتم این اینجوری نباشه، انگار هشت، ببینید پرتش کنید، ریتم بهش بدید. در مورد لهو یا اله، ببینید این ه اومده خورده به زمینه، مثل این که کلمه ما داره تلو تلو میره که بیفته به این سمت. خب ما باید بهش یک ایستایی و استواری بدیم، به این صورت که ه بالاتر قرار بگیره و اینجا یه نقطه باشه. متوجه شدید؟ این نباید بیفته روی خط زمینه، کلمه رو میندازه به این سمت. لاها خوبه، این لا یکم باید میرفت بالاتر، اینجا وصل میشد تا این تعادله حفظ بشه. خوبه کاراتون، خیلی خوبه. نون رو قبلا گفتم، این لا وقتی که اون لای قبلی من دیدم این خیلی پسندم نیست. بر رو براتون بنویسم، این حرکت اول، این حرکت دوم، حرکت سوم، یه ذره اینجا بالاتره. کلمه لفی هم مثل القیوم دیگه، من اونجا
نکتهشو براتون گفتم، کلمه نعیم رو باید براتون بنویسم که این ویدیو دیگه تکمیل بشه. کلمه نعیم. خب ببینید اینجا برید بالا، یک نقطه برید بالا، نگاه کنید اینجا بالا رفتن شما خوب انجام نشده، اینجا این شکست باید حس بشه، یک کمی دست شما اینجا نستعلیقیه، حواستون باشه. اینم کلمه نعیم که حالا به اقتضا هر جایی نقطهش میتونه افقی یا عمودی باشه. من عمدن این سفیدی رو گذاشتم که شما توی نوشتن سر عین بیشتر دقت داشته باشید.